پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند. بلبل شادم هوای نغمه خوانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. بلبلی در سینه می نالد هنوزم، بلبلی در سینه می نازد هنوزم، کین چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. ما به داغ عشق بازی ها نشستیم و هنوز، ما به دام عشق بازی ها نشستیم و هنوز، چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند. نای ما خاموش، نای ما خاموش، اما زهره شیطان هنوز با چنان شور و نوا دارد شبانی می کند. گر زمین دود هوا گردد، همانا آسمان با همان نخوت که دارد آسمانی می کند. گر زمین دود هوا گردد، همانا آسمان با همان نخوت که دارد آسمانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دست، اما هنوز در درونم زنده اند و زندگانی می کند. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند، آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند، آنچه گردون میکند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان دفتر دوران ما را بایگانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان دفتر دوران ما را بایگانی می کند. شهریارا گو دل از نامهربانان مشکنید، شهریارا گو دل از نامهربانان مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند، ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک شنوندگان ارجمند، برنامه هم بینندگان و هم شنوندگان ارجمند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آوازم. چامه‌ای که در آغاز برنامه شنیدید از واپسین چامه‌های استاد شهریار بود که خوشبختانه او رو من با آوای خود استاد شهریار دارم و بسیارم فصیح و خوب خونده. اگر بار دیگری توانستم و اون نوار ایشون رو بیارم، با صدای خودشون این رو پخش میکنم. من از دوست ارجمندم آقای
سپر مانده سپر خواهش میکنم آگهی رو پخش بکنن. بعد یه فیلمی داریم که میبینیم و بعد روی اون فیلم من یه مقداری با شما هم میهنان سخن دارم. الان فقط آگهی رو پخش میکنیم و باز میگردیم در پیشگاه شما خواهیم بود. راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان برون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. مهندسان اون لاتائلات و پرت و پلاهای اون آخوند رو هم برای من پخش بکنی تا من رو اون سخن دارم. متعهله یا مجرده؟ ببین برادر بزرگوارم، این رو بارها سوال کردن، هم ما جواب دادیم، هم حضرت آیت الله طبسی در برنامه به سوی ظهور جواب دادن. این که حضرت ولیعصر ارواح نافدا زن بچه دارد یا ندارد، نه جزء اصول دین نه جزء فروع دین است. در بعضی از روایات داریم بر این که حضرت زن بچه دارن، اولادی دارن، ولی اولادشون ایشون رو به اون شکل نمیشناسن و نمیدانن که مثلا این پدر اونها حجت الهی هست. چه بسا زن همسران حضرت ولیعصر هم نشناسن. در بعضی از روایت هم داریم که نه، البته بنده خودم عقیده شخصیم با توجه به خلاصه برنامه هایی که از بعضی از اولیاء خدا شخصا شنیدم، بر این عقیده هستم حضرت ولیعصر ارواح نافدا به سنت جد بزرگوارشون ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی عمل میکنن. و افرادی، یکی از اساتید بزرگوار من، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتن خدا درجاتشون رو بیشتر کنه، جناب آقای گل محمدی نقل میکرد از یکی از اولیای الهی که حضرت رو میدید میشناخت، بعد میبینه که یکی از چند روزی این حضرت ولیعصر ارواح نافدا میاد در داخل کوچه زمان شاه تو تهران، برای شما عرض کنم، میره میاد، یه مقداری براش مسئله بوده کجا میره. خلاصه بعد متوجه میشه مثلا پلاک فرض بفرمایید 154. بس بعد به خانواده شنا میگه یه مقداری با اینا رفت آمد داشته باشید، ببینیم که ایشون که داره میره اونجا چه ارتباطی دارد. این رو برسه من با یک واسطه دارم عرض میکنم. من با یک واسطه دارم عرض میکنم. برای شیعیان این هدیه ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها. برای شیعیان این هدیه ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها. بعد ایشون میگفت خانومش رفت آمد میکنن. خلاصه یه مقداری میبینه که این پدر صاحب خونه همون از اهل مسجد میاد میرد اینها. بعد خلاصه خانومش میره سوال میکنه که این آقایی که میاد اینجا میره کی هست؟ میگه این داماد ما هست. میگه اسمش چیه؟ میگه اسمش سید مهدیه. گفت چطور آدم؟ گفت خیلی آدم خوبیه. به قدری آدم خوبی، شروع میکنه تعریف تمجید کردن اینها. بعد معلوم میشه اصلا پدر مادر هم ایشون رو نمیشناسن. بعد ایشون تعجب میکنه که در یه محیط تهران با اون وضع این دختر چه مرتبه ای از کمالات و تقوا داشت که لیاقت همسری آقا حضرت مهدی
ارواح اونا فداه رو دارد. بعد یه مداری بررسی میکنن میگن آقا این دختر خانمیشون از همون دورانی که خوب و بد رو تشخیص داده، اولا تهجد نماز شبش ترک نشده، یک نامحرم میشون رو ندیده، پیش پدرش هم قرآن و درس اینا رو هم خوانده، به مدرسه زمان شاه هم نرفته. خب اینها حجت های الهی هست بر این که برای ما کاملا روشن و واضح بشه، یعنی اینها بعید نیست. خب این یک کمی اشکال در این پخش این برنامه شد، ولی تا اینجاشو فهمیدید که داستان. ببینید یک ضرب المثلی است که میگه یک دروغ بزرگ دروغگو رو ناچار میکنه تا پی در پی دروغهای بزرگتر دیگری رو بگه تا اون دروغ اول رو ماسمالی کنه. حالا در 1200 اندی سال پیش یه چند تا از این بابهای امام، برای هر امامی از آغاز از زمان امام حسین به بعد و زین العابدین و غیره و غیره، ایرانی ها یک باب گذاشتن به استناد سخن محمد که میگه محمد گفته انا مدینتن علم و علی بابها، من شهر دانش هستم و علی در اونه. ایرانی ها برای هر امامی گفتن این شهر دانش، ما یه باب میذاریم که درش باشه. ظاهر قضیه این بود، ولی باطن این بود که پولایی که ایرانی ها میفرستادن برای این اماما، اماما به هر حال هم چیز زیاد جربوزه‌ای نداشتن و کاری نمیکردن اصلا. ما مثلا هر چی میخونیم نمیدونیم امام محمد باقر چه کار میکرده، و یا امام علی النقی اصلا همه امام بوده. خیلی خوب، اینا یه دونه باب میذاشتن که عربای پولاری که ایرانی ها میفرستن نخورن، خود بابه میخور. تا زمانی که امام حسن عسکری نزدیک به مرگ شد، دیدن بچه نداره، اون بابم پوله زیر دندونش مزه کرده بوده، ناگزیر گفت بله امام بچه دار شده و بچه بلافاصله غیب شده. چرا؟ خداوند میترسیده، خداوند میترسیده، خداوند میترسیده که خلیفه اون بچه رو بکشه. ببینید چقدر مخ این آخونده کوچیکه. بچه رو به قول آقایون که چون دروغ میگن برای اینکه خلیفه نکشه، خداوند از ترس اینکه مبادا این بچه کشته بشه اونو غیب میکنه. چطور این قدرت رو خدا داره یارو رو غیب کنه؟ قدرت نداره خلیفه رو بکشه؟ وانگه این خلیفه چرا پدر اینو نکشت؟ آخه ببینید یک کمی شعور لازمه. و بدبختانه گروهی اینا رو باور بیاره. البته بعدن دکان شد برای آخونده و یه آدم ساده اندیش و آدم نادان و آدم کم سواد و کم دانش و روستایی و اینا رو گفتن، هی اینا باور کردن، هرچی را آخونده گفتن باور کردن. به هر روی بعد پرسش پیش اومد، آقای امام کجا زندگی میکنه؟ اول گفتن تو چا زندگی میکنه، بعد دیدم حالا البته اونم داستانی داره، چون اون عثمان ابن روح باب امام روغن فروش بوده، در عربستان هم هوا گرم بوده، روغنا رو توی سردابی که شبیه چاه بوده و شیب داشته میذاشتن و دست خودشون بوده، برای اینکه مردم اونجا نرن گفتن که تو چاهه، چاه هم دست خودشون بوده. بعد هم گفتن امام در جابلسار و جابلغار زندگی میکنه. کو؟ تمام نقاط دنیا کش شده، جابلسار و جابلغار کجاست؟ این بود که دوباره آقا رو فرستادن تو چاه، تو سامره. آخونده اومدن گفتن ای این پولا رو چرا عربه بخوره، خودمون میخوریم. خواب دید یارو که امام اومده توی چمکورا و بعد آوردنش تو چیکار چمکورا. بعد شد آقای احمدی نژاد اومد گفت اصلا این کشور ایران مال آقاست. خب این پچه رو دم چایی که اینا میرن نوشتین که امام فارسی نمیدونه، لطفا عربی بنویسید. این چه صابخونه
که زبون منو نمیدونه؟ مگه نمیگید امام عالم و سر و الخفیاته؟ مگه نمیگید امام تیل عرض میکنه؟ یعنی در عرض یه ثانیه تهران میره کربلا، میره مکه، میره اینور اونور. چطور با فارسی بلدی؟ چطور امام 1400 سال خدا اینو غیب نگهش داشت اما فارسی یادش نداد؟ خب بابا یه معلم میگیره براش فارسی یاد میگیره، مگه نمیگید صاحب کشوره؟ اینا مسخره بازیه و من تعجبم چقدر گستاخی و پررویی میخواد که بیان و اینجوری ملتی رو بخوان احمق بار بیاره. و حالا سوالای زیاد میشه. یکی از پرسشایی که آدمای زرنگ به خصوص در جمهوری آخوندی کردن از آخوندا این بود که آقا امام زن میگیره یا نه؟ نکته جالبی را از اینا پرسیدن. اینا توش مونده. اگه بگن زن نمیگیره، مخالف سنت جدش رفتار کرد. چون محمد گفته ان نکاح سنتی. سنت ایشون نکاح، پس امام که نوه نمیدونم 11 باید زن بگیره. خب اگه زن بگیره مشکل پیش میاد، امام باید بچه درست کنه دیگه. خب 1200 سال امام هی زن میگیره. خب زن. بعد پرسیدن خیلی خبرنگارا، من دنبال میکنم این مسائل رو، پرسیدن که آقا این امامی که زن میگیره این زناش هم عمرشون به درازای امام؟ گفتن نه، چون اگه میگفتن آره پس امام زمان مؤنث هم بود. گفتن نه، زنا عمر طبیعی دارن. بچه های اون امام چطور؟ نه، اونها هم عمر طبیعی دارن و میمیرن. پس این امام که همش باید در راه گورستان تشییع جنازه کنه. 1200 سال آقا تشریف دارن، هی بچه ها و زن و بچهش میمیرن، هی باید بره کنار خاک کنه. این چه پرت و پلاییست که بگی؟ چرا مردم رو احمق فرض میکنی؟ یک ضرب المثلیست میگه هر کی مردم رو احمق فرض کنه خودش احمقه. به هر روی از این آقا که بدبختانه درست پخش نشد این نوار، میپرسن که آقا امام که تابع سنت پیامبرشه، جدشه، میگه ان نکاح سنتی، پس این زن میگرفته یا نه؟ گفته بله، دیده نمیتونه چیز بگه. کی بوده زنش؟ آخه یه دونه از این زناشو بگین. بله میتونیم بگیم، استاد بزرگوار من که اهل حجت، اهل فلان، اهل کراماته، به نام آقای گل محمدی، گفته که من این از یکی از اولیاء الله پرسیدم. حالا پله پله نقل میکنن به دیگران، میزنن گردن دیگران، برای که دروغ رو هرچی بیشتر به رابطه به راوی بذارن راحت تر میشه براشون این دروغ رو بسازن. میگه بله، یه رو که میشناخ که توی کوچه مثلا پلاک 154 امام رو دید، حضرت رو دید، میاد میره تو اون خونه، اون اولیاء الله دیده. اولا کجا فهمیده این حضرته؟ مگه عکسش رو چاپ کردن تو روزنامه ها؟ از کجا میدونسته؟ بعد حالا ماهی خودمون رو میزنیم به نفهمی یا میخوایم پرسش بعدی بکنیم ببینیم آقایون چی میگن. میگه اونجا میره اون آقای اولیاء الله، بالاخره حس کنجکاوی فضولی آخوندیه دیگه، اصلا یکی از چیزهای فضولی آخوندهایی نیست که امر به معروف و نهی از منکر، یعنی فضولی در کار مردم. خود اسلام میگه لا اکراه فی الدین، ولی اینا میگن نه، امر به معروف نهی از منکر. آقا نمیخواد یارو بره تو بهش؟ چرا هم میکنی بهش بره؟ نمیخواد بره. به تو چه؟ تو چی کاره ای؟ مگه نمیگی لا اکراه فی الدین؟ به هر روی این وارد اون خونه میشه، این اولیاء الله مثلا اون خونه مثلا 154، از اون خانواده میپرسه. حالا این آقا سه بار نوار رو تکرار کردن که خیلی به این حرفش معتقده،
به همین دلیلم که این جور حقه بازی هایی که میکنن بیشتر میخوان جلب روحیه طرف رو بکنن که بله دیگه حتما این حرف درسته. میگه به کوری چشم وهابی ها، چون وهابی ها سنی هن، شاخه ایست از سنت، اونا معتقد به امامت نیستن، اصلا معتقد به این اراجیف نیستن که ما امامی داریم 1200 سال خدا و نگهش داشته. بابا خدا اگر بخواد کسی رو برای ملتی یک ذخیره ای داشته باشه، ناتوان نیست از این که از شکم یک روستایی یک مرتبه یه نابغه پدید بیاره. مگه نادر رو اینجور پدید نیاورد؟ یک کشور درب و داغون پاره پاره شده حاصل حکومت آخوندی شاه سلطان حسین رو تکه تکش و همچسبون امپراتوری بزرگ رو دوباره تشکیل داد. این توانایی خداست اگه بخواد بکنه. حالا بیاد یه نفر رو نگه داره مثل ترشی بذاره دش ترشی بندازه تا اینکه یه روزی اگر تشخیص داد این آقا رو بیاره بیرون. این زمان هر زمانی که بخواد از یه مادری میتونه این کارو بکنه، بدید بیاره. مگه شما نمیگید عیسی پسر مریم، میگید بنده خداست. حالا ما به حرف مسیحی ها کاری نداریم که میگن خداوند اومد لقاح مطهر انجام داد، نه میگیم خیلی خوب حرف شما عیسی. پس خدایی که میتونه از شکم یه مریم یه عیسی رو پدید بیاره که الان پر پیروفترین کیشهای جهان رو داره، خب این کار برای اینم میکرد؟ نه، باید یه دروغی آخونده دیگه بسازه که بله امام حسن عسکری شب به خواهرش گفت فردا سو عمه جان میشی. اون یارو هم دید خب یه روزه چیکار کنه، چون ممکنه امام بمیره زودتر اینو ساخت. اون عمه جان هم میگه شب رفتم پلو نرگس خاتون خوابیدم تا صبح، هیچ اثر جزئی نبود. صبحم پا شدیم نمازمون رو خوندیم، هیچ اثر حاملگی در اون نبود. ناگهان صدای کودکی رو شنیدم، پا شدم دیدم یک کودک تر و تمیز سجده داره میکنه و میگه الله لا اله هو الحی القیوم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول. بچه دو ساعته یه ساعته بعد دیگه دید. گفتم این که هیچ خونی چیزی بنده نافی؟ گفت امام ها که از جای بعد به دنیا نمیان، امام ها ران به دنیا میان. یه دروغ باید دروغ رو بسه، اگه نسازه پرسشات بی جوابه. اینیست که میگم به یک دروغی رو که میسازن باید دروغ های دیگه ای بگن تا اینو ماسمالیش کنن. امام چطور حرف زد؟ امامه، امامی که یه جو بچه‌ای که یک ساعتشه به اون قشنگی عربی حرف میزنه، چطور فارسی بلد نیست؟ مالک کشور ایرانم ها، صاحب کشور ایرانه، اداره کننده کشور ایرانه. قربون جدت برم، تو رو حضرت عباس امامت و مدیریت تو از این ایران وردا، برو کنار سر کار خودت. ما توی 36 سال به اندازه کافی در پرتو مدیریت شما عقب رفتیم. 36 سال پدرمون در اومده، گرانی رو تحمل کردیم، جنگ رو تحمل کردیم، ناراحتی رو تحمل کردیم، گرسنگی رو تحمل کردیم، همه چی ازدیاد اعتیاد و غیره و غیره همه رو تحمل کردیم. نمیخوایم آقا، نه ما میخوایم خودمون مدیر خودمون باشیم، نمیخوایم شما صاحب ایران باشید. به هر روی بعد میگه که از اون خانواده پرسیدم که از پدر خانواده، این جمله‌ای که گفت خوشبختانه این پخش شد، پرسیدم این آقایی که بعضی وقتا میاد خونه شما کیه؟ یعنی همون حضرت. گفت این داماد ماست، اسمش صدمتیه. خب معلومش که این پدر مادر این آقا رو نمیشناسن دیگه، فقط اسمش رو میدونن صدمتیه. یار پس هر کی دروا کنه بگه من امام زمونم اومدم دخترتونو بگیرم، اینا هم دو دستی بهشون بدن. نپرسیدن آقا تو کی هستی، چی هستی، مادرت کیه، پدرت کیه، کارت چیه، فلان. نه من صدمتی هم اومدم دخترتونو بگیرم. حالا اینی که این آقا میگه، چون
داره دروغ میگه باید جمع و جورش کنه دیگه. بعد اینا میپرسن که یعنی این آقای اولیاء الله میگه خب دخترتون رو بیشتر، میگه بله، حالا چی بگه؟ بگه دختر من درس خونده است، که میگن رفته این دبیرستانای پهلوی ها دیگه، رضا شاه و محمد رضا شاه. اگه بگی درس خونده نیست، امام اومده، امام عادل به بسل و خفیات اومده، یه آدم بی سواد گرفته. گفته که این دختر وقتی به دنیا اومد حق بازی آخوند رو ببینی، زمانی که دیگه خودش رو شناخت، بعد خوب و بد رو تشخیص داد، پدرش بهش قرآن یاد داد. برای چی؟ برای که نگه از خونه رفت بیرون، حتی کوچرم ندید. بعد این کاره که انجام داد، آمد و درسای مدرسه و اینا همه رو تو خونه، اصلا دبستان و دبیرستان پهلوی ها رو نرفت، برای که نگن خدا آخونده گفته بودن اینا دخترها و زنها رو فاحشه بار میارن دیگه مدرسه ها. این هم اینجوری راستوریسش کرده، پس اصلا مدرسه نرفت. دختری که از در خونه بیرون نرفته، این حضرت کجا ایشونو دیده؟ شما ازش نپرسیدید کجا ایشونو دیدی؟ آخه بس کنید این یاوه ها رو. همه کار آخوندا، همه کار مسمر مربوطه به تشیعشون از همین تا وضعیته. یه فرشته روی شونه چپتونه، یه فرشته روی شونه راستتونه، کارهای خوبتونه فرشته دست راستی می‌نویسه، کارهای بد فرشته. من هر چی می‌زنم نمی‌افته فرشته، نمی‌دونم چه جوری میشه. بعد آیا میرم تو همون هنوز فرشته نشسته رو شونم؟ این یاوه ها چیه؟ اگه خداوند اونی که ایرانی میشناسه، اون دانای به سر و الخفیاته، نیازی به این مزخرفهای شما نداره. شب اول قبل میان و میگن که من ربک فلان، میگه خدای من خدای فلان. اینا یاوست شما میگید. چنان قبر فشار میاره که شیر مادر از دماغ تو میرزه بیرون. عجب سوء هضمی داشته یارو، شیر مادرش هر تو دماغش بوده. این یاوست. من یه گوشه از اینها رو امروز گفتم. نهایت احترامم به دینها دارم، به باورها دارم، اما به خرافات اصلا اعتقاد ندارم. هم میهنان، کم سوادان، بی سوادان، با سوادان. من استاد دانشگاه میشناسم معتقده که امام زمان هر روز میاد. فکر کنید بزرگترین معجزه خداوند این مغزیست، این خمیریست که در جمجمه شما کار گذاشته شده. در یک بحثی که در رادیوی پرژن کردم گفتم این همه بشر پیشرفت کرده، هنوز کمتر از یک دهم استعداد و آمادگی و توانایی مغزش رو کشف کرده. 90% توانایی و اعتقاد و سازمان و گنجایش و پیشرفت مغزش رو کشف نکرده. یه همچی معجزه‌ای در جمجمتونه، چی میشین این مزخرفای آخونده رو گوش میدی؟ امروز هفته، یعنی همین هفته پیش، جمعه هفته پیش، این آقای صدیقی، این بحث، حالا یه بحث دیگه، در قرن 21 در قرن 21 این آقای صدیقی گفته که آمریکا داره میکوشه که اسلام عقلانی و مهربان و نمیدونم اسلام احساساتی و احساس علمی رو
خراب کنه. اسلامی که آقایون آوردن به ایران. عجب. آقای صدیقی بریدن دست راست و پای چپ اسلام نی؟ اسلام شما نی؟ بریدن از یک انگشت تا همه انگشتان تا مچ دست و تا آرنج به خاطر یه آفتاب دزدیدن این خشونت نیست؟ تازیانه زدن به عنوان حد و تعذیر خشونت نیست؟ همخوابگی با دختر 9 ساله عقلانیه؟ کشتن کسی که از دین اسلام برگرده، این صراحت داره، میگه هر کی از دین اسلام برگشت باید بکشینش و اگر پشیمون شد گفت نه میخوام برگردم بازم بکشیدش. اینا اسلام و مهربانانه است یا اینا اسلام آخوندیسمه؟ همه شون از همین قماش، همه شون از همین قماش. خیلی میشه روی نکات سخن گفت ولی زمان دیگر میخوام بدیم به زبان فارسی و داستان مربوط به افطاره. من از دوست عجمندم آقای مسکی گذاشتید، بله تلفن استودیو رو روشتن روی پرده تلویزیون 818-342-3031. چند تا از پرسش هایی که از من شده پاسخ میدم و بعد تلفن ها اگر تلفن شد جوابشون رو خواهم داد. سرکار بانو یا سرور، نمیدونم چون نامو نوشتن یاری، ممکنه یاری خلاصه یه اسم مردانه باشه. سرکار بانو یا سرور یاری فرنوش از نروژ، هم میهن عجبن، بدبختانه شماره تلفنی رو که برای من ایمیل کردید نادرسته و چندین و چند بار گرفتم نتوانستم با شما سخن بگم. اگر شماره دیگری دارید بفرستید. سرور اکبر جباری، با سپاس از مهربانی ارزندتون، در لس آنجلس سمق درخت گیلاس رو گیر نیاوردم. با این همه یک جهان از مهر شما سپاسگزارم. تا من سخن میگم اگر پرسشی دارید یا اگر در همین زمینه سخنان امروز سخنی دارید میتونید، که الان هم اتفاقا تلفن ها شروع کرده به کار. سرور پهلوان پورمند، واژه منظوم تازی است و به جای آن میتوان چامه، چکامه، سخن آراسته و سروده گفت. اما واژه منظومه معنای دیگری دارد. منظومه به معنای سامانه است، به معنای دستگاهه. یعنی به جای منظومه خورشیدی میتونید بگید، به جای منظومه خورشیدی میتونید بگید سامانه خورشیدی. هنر زبان فارسی هم در همینه که برای یک واژه تازی چند معنای گوناگون داره. سرکار بانو ناهید جیم، واژه کلینیک یک واژه فرانسه‌ست. پارسی اون درمانگاه یا درمانکده و یا تیمارگاهه. سرکار بانو بتیا نادری، تلفن شما را هیچ کس بانوی گرامی پاسخ نمیده. پیامگیر تلفنیتون هم پر شده. بر این پایه نمیتوان با شما سخن گفت و نه پیام گذارد و پاسختون رو داد. ضمناً من کتابی به نام حاجی فیروز ننوشتم، بلکه یک جستار گسترده‌ای در زمینه برنامه‌های تلویزیونی هم داشتم که ریشه پیدایی حاجی فیروز رو در اون به گستردگی شرح دادم و می توانید اون رو در بایگانی یوتیوب یا گوگل و یا یکی از این سازمان ها بیابید. بایگانی یوتیوب یا گوگل
الو، تلفن تلویزیونتون یواش کنید، بفرمایید. درود بر شما جناب انقطاع سوالی داشتم. درود بر شما قربان. بفرمایید. سوال این بود که این خداوند چجوریه؟ پرهوری مذهبه؟ چیه جریانش؟ به یکی از پیامبراش شراب و حلال کرده، بله، حرامش کرد. از کنم به خدمتون. و یه مورد دیگه هم بود، آدم تو اصلا مغزم رفت بیرون. بله، خیلی خوب، اینا رو جواب میدیم. یکی دیگه این که به یکی از پیامبراش میگه که آقا قتل و خونریزی و آدم کشی نکن، طبق روایتی که توی انجیل هست که یکی از این حواریون عیسی میزنه گوشه یکی میبره، عیسی هم داره میچسبونه توی سر جاش. به اون یکی میگه بکش تا میتونی بکش، بکش، بکش. دو تا سوال از شما داشتم. خواهش می‌کنم از جوابی که به من خواهید از تلویزیون گوش بدید. بله. عرض کنم اصلا خدا شده که نه پاسخ ما رو نده. من یک شبی روی تراس بودم و آسمان بیکران رو نگاه می‌کردم و واقعا به این عظمت این جهان هستی فکر می‌کردم. شروع کردم به سرودن شعر مفصلی در گفتگوی با خدا. حالا باید یه برنامه‌ای داشته باشم که یک سره این دو ساعت رو یا یک ساعت رو تمام این شعر رو براتون بخونم. اما حالا به اونا کردم، این پرسشی که شما دارید منم داشتم و اون اینه که گفتم گر همه پیغمبران را یک خداست، پس چرا احکامشان از هم جداست؟ یکی میگه ربا حرامه، یکی ربا را حلال کرده. آقا بالاخره ربا حرامه یا حلاله؟ اگه حرامه پس چرا اون پیغمبر، یا اون پیغمبر نیست یا این پیغمبر نیست؟ خدا که اشتباه نمی کنه، اصل بر این نیست که اون عقل کله. یه پیغمبر شراب رو اصلا جزء برکات خداوند میدونسته، جزء اون ده برکتی بوده که برای عیسی نازل شده. یه پیغمبر دیگه میاد مثل محمد میگه اجتنبوا من الخمر والمیسر. ای بابا، هر دو پیغمبر مگه از طرف خدا نیومده؟ یکی دیگه میاد زناشویی رو، میدونید که رشته یا گروهی در اسلام هستن، ببخشید در مسیحیت هستن که زن نمیگیرن، همین کشیشا زن نمیگیرن. اون وقت محمد بیاد میگه زن بگیرید، چهار تاش که رسمی و عقدیه، بقیه هم که این پیروان شیعه میگه هر چی دلتو میخواد بگیر. کدوم درسته؟ این مسائلی است که آخوند جواب نمیده، ولی بنده به طور کلی معتقدم شعوری در این جهان هست که این جهان رو میگردونه. وقتی نادر، مسلما گروهی رم که بعضی از کسانی رو که کشتن بیگناه بودن، او به دست پسر برادرش کشته میشه. پسر برادرش که عموشو میکشه و بعد میاد تمام بازماندگان نادر رو میکشه، خودش به دست برادرش کور میشه. ابراهیم خان علی قلی خان رو کور میکنه. در ضمن از بازماندگان نادر، حالا خداوند شعور ابدی سرچی، همه کشته میشن به جز شاهرخ. شاهرخ میرزا پسر رضا قلی. و شاهرخ پادشاه میشه، این آدم کور رو میبرن پلوش. آقای علی قلی خانی که همه رو کشت، پسر عموهای شاهرخ هم کشت. بعد شاهرخ بهش میگه که تو دلت نسوخ پسر عموهاتو کشتی فلان. این میگه اگه برای همه بد بودم برای تو خوب بودم، تو رو شاه کردم، همه رو کشتم و تو شاه شدی. شاهرخ میگه من از گناه تو میگذرم، اما
چند زن در حرمسرا هستند که هر کدوم 5-6 بچهشون رو از 14 سالگی تا 1 سالگی تو کشتی. برو اونجا، اگه اونها تو رو بخشیدن منم تو رو میبخشم، یعنی من که بخشیدم آزادی، اگه نبخشیدنم پای اوناست. میگه باش، این آدم کور رو میبرن در حرمسرا، به فاصله 2 ساعت خبر میارن که از علی قلی خان کور بجز مشتی استخوان چیزی نمانده. همه رو زنان همسرا با دندان و چنگ و ناخن و قیچی کندن و استخوان خالیشو گذاشتن با یه مش روده. ببینید اینا رو نمیشه گفت که در این طبیعت حساب نیست. حالا من اسم طبیعت میذارم که حساسیت برخی رو بر نینگیزه، ولی من معتقدم یا شعور ابدیه یا انرژی متفکریه، یه چیزی هست. بچه گربه به دنیا میاد تا 7 روز چشمش بسته است، اصلا چشم نداره، اما میره پستون مادرش پیدا میکنه، غریزه. حالا ما اسم خود اونو گوشتیم غریزه، خیالمون هم راحت کردیم، و با پنجه هاش انقدر ماساژ میده این پستانو تا به اصطلاح ما رگ میکنه و شیر میده. کی یاده این میده؟ ما میگیم غریزه. این غریزه چیه؟ غریزه رو کی یاد میده؟ ببینید این مسائل تفکر برانگیزه. دادگاه به همین دلیل میگم تاریخ رو بخونید، تاریخ رو بخونید، ببینید این دادگاه، این جهان یه دادگاهه، منتها دادگاهش از زمانی که جرم واقع میشه تا زمانی که حکم صادر میشه ممکنه 1 سال طول بکشه، 5 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه، ولی انجام میشه. از این نکته ها زیاده و من با شما هم داستان هستم. الو بفرمایید. الو سلام، درود بر شما، صداتون بلند، بیارید جلو دهانتون رو نزدیک گوشی. شما پریدی در یک جلسه بود، شما به سلام قرآن بلند شدید در اون جلسه، مثلا این زیر تناقض با صحبتتون نداره؟ این صحبتی که شما میفرمایید در مورد اسلام و قرآن، شما شد در اون جلسه به سلام قرآن بلند شدی؟ شما من بلند شدم؟ بله، شما جلسه دادگاه بود، شما بلند شدی و فیلو در کار کسی ما در جنده از وقت هیچ اشکال نداره. مگه باید جلسه قرآن من تا آخر بشینم چون یه آخوند داره اینو میگه؟ الو بفرمایید. سلام دکتر انقطاع، درود بر شما. دکتر یه سوال داشتم با یه پیشنهاد. سوال اولم اینه، من یه آموزگارم، میخواستم بفهمم چطور میتونیم کلمات عربی را از فارسی بازشناسیم؟ آیا فرمولی چیزی هست؟ بله. یکی همین که الان من به وقت ایران ساعت نزدیک 4 صبح، نمیشه برنامه‌تون طوری باشه که به وقت ایران بهتر بخوره؟ خب آخه این برنامه من، بله برنامه من بازپخش داره، بازپخشش برای شما خوبه. ببینید امروز هم اکنون که من دارم سخن میگم این برنامه زنده است، ولی درست. امشب یعنی فردا شنبه ساعت 6 بامداد این برنامه دوباره پخش میشه. می‌خواستیم باز صحبت کنیم به صورت مستقیم، خب امکان داره من صحبت بیدار بمونم. من اگه برنامه‌مو برای خاطر شما بیام عوض کنم، اون وقت 10-20 کشور دیگه میفته به 3 و 4 بعد از نیمه شب و اونا میخوان صحبت کنن. این مشکلی ما داریم. بله در حال تکنولوژی مشکلات رو ایجاد میکنه دیگه. لطف کنید سوال اول من پاسخ بدید. سوالتون جواب میتونم من کلمات عربی رو از فارسی جدا کنم بشناسم برای دانش آموزان توضیح بدم. بله پس گوشی دستتون هست یا قطع میکنم؟ خدا خدا نگهدار. ببینید دو نکته باید در نظرتون داشته باشه، من وقتم هم زیاد نیست ولی ناگزیرم اینو پاسخ بدم. ما در زبان خودمون الفبایی داریم، از الف تا یه 8 حرف هست که شما در هر لغتی که دیدید اون لغت عربیه، مگه غلط نوشته شده باشه؟ اگه درست نوشته شده باشه این 8 حرف تو اون لغت ها که باشه اون لغت عربیه. 3 نقطه است: نسار، سریا، ارث،
وارث، اینا که سه نقطه همه عربی. دوم هی جیمیه، وحید، محمد، احمد، اینا همه عربیه. سه نقطه جیم، ساد، بدبختانه ناصر، منصور، انصار، نصیر، اینا همه عربیه. ذات، منظوم، نظم، ظالم و و و همه تازیه. عین، عبدالله، عمو، عمه، عامل، عمد، اینا همه عربیه. بعد قاف، مقیم، مقابل، تقابل و و و همه اینا تازی. این حشر پ، ببخشید سه نقطه، هی جیمی، ساد، زاد، تا مثل طاهره، مطهر، اینا هم عربی. زین مثل ظهور، ظاهر و غیره عربی. ساد زاد، ساد زاد، تین زین، این و قاف، این حشر تازیه. سه حرفم پارسیه، پ، چ، ژ، گاف. مسلماً این سه حرف هر جا باشه، این چهار حرف هر جا باشه، اون عربی نیست. عربی نه پ داره، نه چ داره، نه ژ داره، نه گاف داره. بعد میمونه مسئله بقیه. چهار حرف فارسی خالصه، هشت حرف عربی خالصه، این دو تا میشه دوازده تا. 20 حرف هم کلمات مشترکه. شما میگید دار، هم دال، هم الف، هم ر، دار، هم در فارسی داریم، هم در عربی. اگر لغت به معنی درخت باشه در جمله، اون فارسی. اگر لغت به معنی خانه باشه در جمله، اون عربیه. لیس فی الدار غیره دیار، این اون دار که شما میگید عربی، یعنی خانه. و اون یکی دار و درخت، اونجا دار یعنی فارسی. اینجا شما دوچار اشکال میشید. اون چهارتا هوشنگ حتما فارسیه، گرگ حتما فارسیه، نمیدونم پروین، پسر، پور، پهلوان، همه اینا فارسی هم. چه مثل چهره، نمیدونم چند، چون، همه اینا فارسی هم. جه مثل جاله، جو و غیره. و یا لاتینه، ممکنه فرانسه باشه، جورج، ولی اون حالا دوره عزیز. اما تمام اون حرفا، امام شما نمیتونید فکر کنید امام، چون الف و میم و الف این فارسی همه چی، ببخشید مشترکه، از کدوم اونجا باید لغت شناس باشید. اونجا شما لغت شناس میشید و در لغت شناسی باید دیگه پوستتون کنده شه. به هر روی من خطا پره، به همه اینها پاسخ خواهم داد و برنامه من فقط 50 ثانیه مونده و ناگزیرم از شما خدا نگهدار بگم. با سپاس از شما که وقت گرامیتون رو به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران. اما فکر کنید خداوند مغز گذاشته در جمجمتون، فکر کنید. یعنی چه؟ من قرآن داشتن میخوندن، شما پشتی رفتی. آقا من هزار جور کار دارم، من نباید بشینم که هرچی اون آخونده میخونه گوش بدم؟ فکر کنید. دین اگر دارید، دینی از روی عقل داشته باشید که ایشکی نتونه عوضتون کنه. از دوست علمندم سپر خواهش میکنم برنامه رو دیگه پایان میدید که حتما، و همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا دیدی دیگر به جور در پایان دید.